جبهه مقاومت ملی 10 روستا را در ولایت تخار تصرف کردیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال پیام روز. قضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بیده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. روزنامه 8 صبح می نویسد: جبهه مقاومت ملی 10 روستا را در ولایت تخار تصرف کردیم. منابع محلی در ولایت تخار می گویند که نیروهای جبهه مقاومت ملی 10 روستا را در این ولایت تصرف کردند. منابع محلی در ولایت تخار روز پنج شنبه 15 ثور و روزنامه 8 صبح می گویند که روستاهای تازه تصرف شده از سوی نیروهای جبهه مقاومت ملی مربوط ولسوالی ورسج این ولایت می شود. و گفته منابع، این روستاها در پی حمله نیروهای جبهه مقاومت ملی بر پاسگاه های طالبان تصرف شده و نیروهای طالبان با متقبل شدن تلفات عقب نشینی کردند. منابع تاکید میکنند که خط نبرد میان نیروهای جبهه مقاومت ملی و طالبان همکنون در روستاهای بند برق و خانه‌های ولسوالی ورسج است. مسئولان محلی طالبان در ولایت تخار در مورد این درگیری ها چیزی نمیگویند. از سوی هم منابع محلی در ولایت بغلان میگویند که در نتیجه درگیری شدید میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت در دره اندراب بغلان یک فرمانده این جبهه کشته شده است. منابع روز چهارشنبه 14 ثور به روزنامه 8 صبح میگویند که درگیری ها سه شنبه شب در روستای کاسه تراش اندراب رخ داده است. با گفته منابع، در نتیجه این درگیری شکرالله اندرابی از فرماندهان جبهه مقاومت کشته شده است. منابع میگویند که در این درگیری به طالبان نیز تلفات وارد شده است، اما ارقام دقیق آن معلوم نیست. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.